خیلی ممنون روما فرهاد و همینطور ممنون از دانشگاه استنفورد ایرانیان استادیز دکتر میلانی که از من دعوت کردن که امروز اینجا خدمت شما باشم و از یک موضوع خیلی خیلی خاص صحبت کنم که امیدوارم برای شما جالب باشه، چون موضوع کار و زندگی من حدود از 30 سال پیش به این به امروز و اون موضوع نثر مدرن فارسی در فرانسه است. حالا توضیح میدم که منظورم چیه. من دوست ندارم اصولا از رو نوشته بخونم، ولی امروز عذرم موجهه برای اینکه در 24 ساعت اخیر ماجراهای هواپیمایی خیلی عجیب غریبی سرم اومده و نخوابیدم. اینه که چون نمیخوام سر رشته سخن از دستم بره، با اجازه شما با نگاه به نوشته خواهم خوند و ولی خب هر جا که لازم باشه میتونم به حاشیه برم. دلم میخواد امروز از راه پرپیچ خم 30 ساله و بلکه 60 ساله، اعلام شده 30 ساله ولی میشه تو پرانتز گفت 60 ساله نثر مدرن فارسی در فرانسه بگم برای شما. از خودکشی و سکوت تا بیگ بنگ و شکوفایی، از گذار از یک گونه یا ژانر به گونه و ژانر دیگه، از یک زبان به یک زبان دیگه و در واقع از نگارش تا ترجمه و از ترجمه تا نشر. چون همطور که روما گفت من خودم ناشرم هستم در فرانسه، بنابراین مسئله نشر و اون چی که باستاب میده به جز خلاقیت ادبیات، اون چی که ادبیات رو به باستاب بهش میده و میون مردم میبره، خب البته مسئله اول ترجمه است برای ما و بعد نشر. بنابراین این داستان نثر مدرن فارسی در فرانسه از دیدگاه نگارش، ترجمه و نشر. این نثر مدرن فارسی در فرانسه به قول فردوسی یکی داستان از پر آب چشم، البته که امیدواریم هنوز یک روزی به هپی اند برسه. تاریخچه این نثر رو به گمان من میشه به 5 دوره تقسیم کرد. دوره اول از 1953 تا 1985، یعنی 32 سال. اولین نمونه نثر معاصر فارسی که به زبان فرانسه منتشر شد ترجمه بوفکور بود. به سال 1953، یعنی 2 سال پس از خودکشی هدایت در 9 آوریل 51 و 23 سال پس از نگارش این متن در پاریس که طبق شواهد و به خصوص طبق باور مصطفی فرزانه که دوست و یار هدایت بود در سالها و ماهای آخر زندگیش، بوفکور بین سالهای 1927 تا 1930 در پاریس نوشته شد. ترجمه و انتشار بوفکور نقطه آغاز روندی است که امروز به بار و بر نشسته. ما در زبان روسی اصطلاحی داریم میگیم تمام نویسنده‌های مدرن روس از زیر شنل گوگل اومدن بیرون. گوگل یه داستان کوتاه داره به اسم شنل و به نظر من، به باور من، همین استعاره رو در مورد هدایت میشه به کار برد و گفت نویسنده‌های مدرن ما هم از زیر اون سایه هدایت، از دل اون سایه هدایت اومدن بیرون. پس از انتشار بوفکور که در سال 1953 اتفاق افتاد، گسستی 30 ساله، 32 ساله در روند انتشار و معرفی و شناخت ادبیات فارسی در فرانسه پیش اومد. به قول آندره بروتون میگفت که بوفکور چون نشانی شوریده در تاریکی درخشید و خاموش شد. این یه ستاره تکی بود در آسمان نثر مدرن فارسی در فرانسه و بعد سکوتی 30 ساله برقرار شد. 30 سال غیبت نثر داستانی ما از کتاب فروشی های فرانسه.
خب این گسست 30 ساله تا چند سالی پس از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، به طوری که وقتی در سال 1983 من به فرانسه رسیدم، در کتاب فروشی ها هیچ کتاب داستانی ایرانی وجود نداشت، حتی بوفکور. تأکید من اینجا رو نثر، اینو از الان تدقیق میکنم، چون در مورد شعر باید بگم که شعر کلاسیک فارسی کماکان گوشه و کنار ترجمه و چاپ میشد. البته باز هم از شعر مدرن خبری نبود، شعر کلاسیک. خب علل این گسست یا سکوت 30 ساله رو میشه بررسی کرد. آسیب شناسی حضور و فعالیت ادبی ما ایرانی ها در فرانسه، در خارج از ایران اصولا، به ویژه در فرانسه، بحثی مفصل و موضوع گفتاری دیگه، ولی به طور خیلی خلاصه چون دل مشغولی منه نمیتونم اشاره نکنم بهش، میشه به نبود سیاست فرهنگی، یعنی سیاست فرهنگی رسمی و دولتی برای معرفی ادبیات فارسی در خارج از مرزهای ایران، چه در زمان شاه، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب اشاره کرد. نقش محوری شعر در کل ادبیات ما، اینم باعث شد که نثر ما به خارج نره، جایگاه داستان کوتاه در نثر ما و نه رمان، و بعد مهمترینش نبود مکتب ترجمه از زبان فارسی به فرانسه و البته خب زبان‌های دیگه دنیا. در حالی که مثلا تدریس ما الان در ساحت این دانشگاه هستیم، بعد نیست بدونیم که مثلا تدریس آکادمیک زبان فارسی در فرانسه سابقهش به قرن 17 میلادی میرسه. مدرسه دانشکده زبانهای شرقی که من خودم هم از فارغ التحصیل اونجا هستم از رشته روسی، به سال 1669 در فرانسه تأسیس شد و زبان فارسی یکی از 4 زبان اولیه بود که اونجا تدریس میشد. ولی دانشجوهایی که در این دانشگاه فارسی میاموختن میشدن دیپلمات، باستانشناس، شرقشناس، ایرانشناس و نه مترجم. اگر هم کسی از میون اینها ترجمه میکرد، ترجمه براش حالت سرگرمی داشت، نه حرفه‌ای. خب این مشکلاتی که گفتم، همه مشکلاتی که هنوز هم باشون دست به گریبانیم. به هر حال این کمبودها دست هم داد تا ما برخلاف بسیاری از کشورهای همرده یا همسایه، از بازار نشر فرانسه به کلی به مدت 3 دهه غایب باشیم. بنابراین در دوره اول که 30 سال به درازا کشید، ما تنها 1 کتاب فارسی منتشر شده داشتیم و اون هم بوفکور بود که البته در کتاب فروشی ها یافت نمی شد، چون ناشرش بازنشر نمی کرد، فروش نداشت و بازنشر نمی کرد. بنابراین در مورد هدایت فقط من یه چند نکته رو برجسته کنم، چون وقت داشتم این فکرامو می نوشتم دیدم که بعضی از خصوصیات هدایت امروز میشه تو نسل امروز پیدا کرد. واسه این توضیح بدم که خب نام هدایت با فرانسه سخت پیوند خورده، نه تنها به خاطر اینکه در پاریس خودکشی کرده یا اقامت داشته و دوبار اقامت داشته، بلکه به خاطر جایگاه ویژه زبان و ادبیات فرانسه در آفرینش هنری هدایت. هدایت زبان فرانسه را از ایران آموخت در سنین نوجوانی در دبیرستان سن لویی تهران. البته دیپلم متوسطه را از اونجا نگرفت و همین باعث دردسرش برای تحصیل در فرانسه شد، چون برخلاف باور رایج هدایت تحصیلات دانشگاهی در فرانسه نکرد. هرچند در سال 1926 با بورس دانشجوی دولت ایران و کشتی اعزام دانشجو اول به بلژیک فرستاده شد، بعد از چند ماه تلاش کرد خودشو به فرانسه منتقل کرد. علت اینکه در فرانسه تحصیل نکرد این بود که درسی که برای او در چارچوب اعزام دانشجو در نظر گرفته بودن، خب اونی نبود که اون میخواست، و این به خاطر سیاست آموزشی دولت وقت بود. در اون زمان ایران باید بازسازی میشد، مسئله اساسی تأسیس راهن سراسری، شبکه برق سراسری، نمیدونم راه ها، جاده ها، خدمات شهری، مراکز بهداشت و تندرستی از این قبیل بود. دولت ایران در اون دوره نیاز مبرمی به پزشک و مهندس و معمار رو از این دست داشت و طبق باور اون زمان نه به نویسنده، شاعر و مترجم.
به همین خاطر جوانایی رو که به فرنگ میفرستاد و من نمونه هاش در خانواده خودم بودن، جوانایی رو میفرستاد که تو این رشته ها تحصیل کنن و این دانشجو اغلب اختیاری در انتخاب رشته نداشتن مگه تو همین چارچوب خیلی تنگ اعزام دانشجو. مسئول بخش دانشجویی سفارت ایران هدایت و ابتدا در مدرسه عالی تراو پوبلیک یا مهندسی عمران و شهرسازی نام نویسی کرد. بعد چون هدایت به خاطر سررشته نداشتن از ریاضیات نمیتونست درس‌ها رو دنبال کنه، بیچاره رو فرستادن به رشته ریاضیات، بعد دندان پزشکی و بعد مهندسی کشاورزی. از این شهر به این اون شهر، از این ده که از این دانشکده به اون دانشکده، و البته همه جا ناموفق. موفقیت هدایت اما در ساحت دیگری بود، همون چیزی که از روز اول با ترک ایران هدفش بود، یعنی نوشتن، آشنایی با ادبیات مدرن، دسترسی به متون مبدأ و کتاب‌ها. در این ساحت هدایت موفق. او در 3 سالی که در فرانسه به سر برد، از 1927 تا 1930، هیچ مدرک و دیپلمی نتونست بگیره. در عوض مطالعه گسترده‌ای در ادبیات کلاسیک و مدرن اروپا انجام داد. کتاب خوند، سفر کرد، با فضاهای روشنفکری اروپایی از نزدیک آشنا شد و با وجود فشارها و تهدیدهایی که از سوی سفارت و همچنین خانواده بهش وارد می‌شد، در فاصله همین 3 سال چند اثر مهم خلق کرد، از جمله بوفکور، و به باور من نثر مدرن فارسی رو پایه‌گذاری کرد. نکته دیگه که به گمان من اهمیت داره اینه که برخلاف نویسنده‌های دیگه نسل خودش که فرانسه می‌دونستن ولی هیچ وقت به زبان فرانسه قلم نزدن، مثلا جمالزاده، من چیزی از جمالزاده به فرانسه پیدا نکردم، خیلی گشتم. هدایت از مرز زبان گذر کرد و در کنار آثار مهمی که به فارسی می نوشت، داستانهای کوتاهی هم به فرانسه نوشت. البته مقالاتی هم نوشت ولی بحث من نثر داستانی. داستانهای کوتاهی هم به فرانسه نوشت. این چند نکته رو به یاد داشته باشین، برای اینکه بعداً می بینیم که بخشی از دی ان ای نسل جوان نویسنده هایی که به فرانسه می نویسن ایرانی تبارها همین است: تحصیل ابتدایی و متوسط به زبان فرانسه و 2 زبانگی در نوشتار. خب پرونده این 32 سال اینجا ببندیم بریم به دوره دوم، برای اینکه قرار نبوده که من اصلا به این بخش بپردازم. دوره دوم دهه 80 یا دقیق‌تر نیمه دوم دهه 80، از 1985 تا 1990. در این دهه موج نخست مهاجرت ایرانی‌های گریزان از انقلاب به فرانسه سرازیر میشه. در کنار فعالین چپ، دست‌اندرکاران سیاست و سران رژیم سابق، نویسنده‌ها و روشنفکرهای بیشماری هم از راه می‌رسند. جدا از گرایش‌های سیاسی، این روشنفکرها رو من به 2 دسته تقسیم می‌کنم، البته کمی پارادوکساله. نسل قدیمی‌تر که اغلب فرانسه می‌دونستن، چون یا در فرانسه تحصیل کرده بودن یا به هر حال فرانسه زبان دوم یا سومشون، و نسل جوان‌تر که با فرانسه آشنایی نداشتن، انگلیسیشون هم مثل من تعریفی نداشت. در این دوره ما باز هم در قلمرو ترجمه و نشر ادبیات فارسی سایه هدایت همه جا گسترده است تو فرانسه. سالهای 85 و 87 انتشارات روزه کورتی که 32 سال پیشتر بوفکور رو منتشر کرده بود، 2 مجموعه داستان دیگه از هدایت منتشر میکنه، به بازار میفرسته. یکی زنده به گور و دیگری گرداب، که هر کدومش شامل چندین داستان کوتاه. سال 1988 به همت ژیلبر لازار، استاد زبان فارسی و ایرانشناس، 2 مجموعه دیگه، یعنی 3 قطره خون و مردی که نفسش را کشت، این بار در انتشارات فبوس ترجمه و چاپ میشه. در این دهه تا 1990 ما شاهد انتشار اثر داستانی دیگری از نویسنده دیگری نیستیم در فرانسه. انگار بعد پس از هدایت در ایران معاصر کسی اصلا قلم نمیزنه یا به نص چیزی نوشته نمیشه.
دوره سوم دهه 90 میلادی. در این دوره ما با یک تکان نسبی در زمینه نشر روبرو هستیم. از یک سو ترجمه و انتشار کارهای ترجمه نشده هدایت ادامه پیدا میکنه، به خصوص به همت مصطفی فرزانه که سینماگر، نویسنده و یار و همراه هدایت در سالها و ماهای آخر عمرشه. فرزانه در سال 1990 ابتدا رمان خودش رو به نام خانه تبعید در انتشارات فبیوس منتشر میکنه. بعد در سال 1993 موفق میشه کتاب آشنایی با صادق هدایت و رانکونت اوک صادق هدایت و همچنین ترانه های خیام و علوی خانوم و همه رو در روزه کرتی منتشر کنه. اینا همون دو انتشاراتی هستن که در دهه پیش هم کارهای هدایت رو به بازار آوردن. در سال 1996 فرزانه آب حیات رو در روزه کرتی منتشر میکنه، در حالی که ژیلبر لازار حاجی آقا رو در فبیوس به بازار میفرسته. این رقابت میان فبیوس و کرتی، لازار و فرزانه، سر و صدای محدودی هم در سطح نشریات ادبی فرانسوی ایجاد میکنه، طوری که برای بار اول یک صفحه روزنامه پرتیراژ صبح پاریس لیبراسیون به هدایت اختصاص پیدا میکنه و از کل این کارها رو باستاب میده. تقریبا از همین زمانه که بوفکور هر سال به طور مرتب بازنشر میشه و در همه کتاب فروشی های بزرگ و متوسط دیگه قابل دسترسیه. حالا بگذاریم که اون سالا هنوز در قفسه ادبیات عرب چیده میشد، چون تو فرانسه عربا و ایرانیا رو اون سالا با هم اشتباه میگرفت. در مجموع در دهه 90 ما در کنار 4 تا عنوان جدید از هدایت و 2 کتاب مهم درباره هدایت، یکی از مصطفی فرزانه که اشاره کردم و دیگری از یوسف اسحاق‌پور بر جستاری به نام بر مزار صادق هدایت، در کنار این جریان اصلی یعنی ادامه نشر آثار هدایت که هنوز میشه گفت ویترین ادبیات فارسی مدرن در فرانسه است، ما شاهد جوانهای یک جریان موازی و حاشیه‌ای هم هستیم در دهه 90 که داره کم کم از گوشه و کنار سر میزنه و اون انتشار آثار نویسندگانی جز هدایت توسط ناشرهای جز فبیوس و کرتی. اولین نمونه برجسته در میون این دستکارا انتشار 16 احتجاب هوشنگ گلشیری به ترجمه حسین اسماعیلی. در همون سال مجموعه داستانی از علی عرفان به نام آخرین شاعر جهان منتشر میشه. سال بعد در حالی که فتنامه مقان گلشیری با ترجمه کریستوف بالایی در یک انتشارات بسیار کوچک به اسم انوانتق منتشر میشه، دومین مجموعه داستان عرفان هم نفرین شدگان بهشت که ممکنه اسمش رو عوض کنه چون همش اسم کاراش رو به فرانسه تغییر میده، اینم منتشر میشه و رمان دوم مصطفی فرزانه 4 درد. این ترجمه همه از فارسیه. در مجموع در این دهه ما حدود 12 کتاب داریم که بجز جزدار اسحاق‌پور که به فرانسه نوشته شده همه برگردان از فارسی. اینجا اگه اجازه بدین 3 پرانتز کوچیک باز کنم. پرانتز اول نبود مکتب ترجمه از زبان فارسی به فرانسه که اشاره بهش کردم در قسمت اولی. در اون 30 سالی که ما در غیبت عظما به سر می بردیم از بازار نشر فرانسه، هیچ مترجمی هم پرورانده نشد. بی خود نیست امروز ما با مشکل عظیم ترجمه دست به گریبانیم. مکتب ترجمه یه شبه به راه نمیفته، باید آموخت، آموزاند، اشتباه کرد، تصحیح کرد، به نقد کشید. اینا همه زمان میخواد تا یک زبانی چند مترجم برجسته به یه زبان دیگه پیدا کنه. در مورد ترجمه های این سالها، البته نه اینا منظورم نیست، ولی اصولا در مورد ترجمه های این دهه یه توضیح کوتاه بدم. در این دوره ما 2 گونه ترجمه داشتیم. گروه اول ترجمه های هدایت که ازشون یاد کردم، همه در سطح خوب و عالی انجام می شد و توسط فرانسوی هایی که فارسی می دونستن و به هر حال از دانش خوبی در دو
زبان برخوردار بودن حتی اگر که سابقه ترجمه چندانی نداشتن. مثل روژه لسکو که بوفکور رو ترجمه کرد، یا کریستوف بالایی که چند کار دیگه ترجمه کرد، اینا همه یا حتی لازار، اینا همه استاد زبان فارسی بودن در دانشگاه مدرسه زبانهای شرقی. و فرزانه، مصطفی فرزانه، که بیشتر عمرش رو در فرانسه گذرونده و کاملا مسلط به زبان، با این حال همیشه به کمک یک فرانسوی ترجمه میکنه. این ترجمه ها همه ناشر پیدا میکردن، همه به بازار میومدن. اما در این میان نویسنده هایی هم بودن که مایل بودن کارشون ترجمه بشه، نویسنده های زندهی که از مهاجرت با مهاجرت اومده بودن، اما نه خودشون سواد فرانسه داشتن و نه کسی از میان این مترجما به کارشون اهمیت میداد. اینا فرانسه درستی نمیدونستن، چون با ورود به فرانسه تازه رفته بودن به اکابر و شروع کنن از الفبا و غیره، ولی خب میل شدیدی به منتشر شدن داشتن، بنابراین خودشون آستین بالا میزدن، یک فرانسوی رو پیدا میکردن که اغلب فارسی نمیدونست، متن و کلمه به کلمه براش ترجمه میکردن، اون فرانسوی هم جمله رو میساخت به فرانسه، بعد دوباره نویسنده به سلیقه خودش تصحیح میکرد این جمله رو. خب نتیجه این نوع ترجمه های غیر حرفه‌ای و بلکه بی سوادانه در سطح مطلوب نبود و تقریبا هیچ وقت ناشر پیدا نمیکرد. و پس از چندین و چند سال کار و تصحیح و باز تصحیح، سرانجام راهی کشوی میز میشد تا خاک بخوره و کم کم به فراموشی سپرده شد. این گونه ترجمه ها اما با وجود اینکه نتیجه مستقیم و فوری نداشت، به گمان من دستگرمی خوبی بود برای برخی نویسنده ها که یک یا دو دهه بعد جرأت کنن به فرانسه بنویسن. بنابراین در این دهه ما هنوز مترجم حرفه‌ای که بخواد با شناخت، با علاقه، با ذوق کار کنه نداشتیم. اما و این پرانتز دومه، به جاش یه چیز دیگه داشتیم تو فرانسه و اون محفل‌های ادبی و جلسات بحث و گفتگو درباره ادبیات فارسی بود. حضور تعداد زیادی از نویسنده‌ها روشنفکرای ایرانی در فرانسه و به ویژه در شهر پاریس در اون سال‌ها فضای ادبی خیلی منحصر به فردی رو فراهم کرده بود که به دبستون تبادل نظر، گفتگو رو ممکن می‌کرد. ما حتی به شوخی میونه خودمون میگفتیم که سرانه جمعیت قلم به دست ایرانی در شهر پاریس از شهر تهران بالاتره. واقعیت هم داشت. اما از شوخی گذشته، این فضا موهبتی بود برای ما که مینوشتیم. برای اینکه جلساتی ابتدا کم شمار در کافه ها، در اتاق های زیر شیروانی، در خانه های تنگ و تاریک که میشناسیم، با شرکت انحصاری نویسنده ها بحث‌های خیلی تخصصی در مورد ادبیات، متن خونی، نقد، با همیشه رمان یا داستانی مشخص تعیین شده از پیش، یعنی گفتگوی پراکنده نبود، همیشه خیلی تخصصی. یکی دو سال بعد این جلسات کم شمار جای خودشو به جلسات پرشمارتری داد در زیر زمین ها، پارکینگ ها، کتابخونه های شهرداری ها، و کم کم شنوندگان و علاقمندانی که نویسنده نبودن ولی اهل ادبیات بودن هم به اینا اضافه شد. کم کم استقبال زیادتر می شد تا اینکه به ابتکار و شرکت مؤثر چند تا پای ثابت این جلسه ها که دیگه حالا چندین سال طول کشیده بود، اینا به شکل جلسات به شکل نهادینه در اومد. در اون سالها هم به طور موازی پیدایش ناشرهای ایرانی در چند کشور اروپایی امکان نشر کتابهایی رو که یا در ایران نوشته میشد با سانسور روبرو میشد یا در مهاجرت نوشته میشد، امکان نشر اینا رو فراهم کرد. و یکی از این جلسات منظم ماهانه در پاریس در محل انتشاراتی خاوران شکل گرفت، در سالن چاپخونه میون لابلای ماشینای فتوکپی و برش و کارتونای ما رو کارتونای کتاب حتی میشست و این برگزار شد. در این جلسات که نزدیک به 10 سال ادامه پیدا کرد، هر ماه
آثار اندیشه تعداد زیادی از نویسنده های ایرانی داخل و خارج کشور به معرفی و به بحث گذاشته شد و مؤلفین این آثار تا گاهی که امکانش بود دعوت می شدن از همه جای اروپا بیان و با مخاطبینشون روبرو بشن. این سالها به گمان من سالهای پرباری برای خلق آثار داستانی به زبان فارسی بود. این دقیقا الان بهتون میگم که این از سال این هنوز دهه 90 آخر اواخر دهه 90 البته جلسات خاوران از 90 تا 2000 طول کشید. این جلسات از یک سو باعث شد که ما تقریبا هر آنچه در ایران و انیران نوشته میشد بخونیم و کم کم به یه نوع خودآگاهی از ادبیات در حال تدوین خودمون برسیم. هر چیزی که در چه اونجا نوشته میشه چه اینجا، همه جا. از سوی دیگه نوشته های همدیگر که هنوز منتشر نشده میخوندیم و نظر میدادیم و به چالش میکشیدیم همدیگر رو و میتونستیم به یاری همدیگه پیش بریم. این محفل های ادبی بستر بسیار مساعدی برای رشد و بلوغ دست به قلم های اون دوره فراهم کردیم. من به جرئت میتونم بگم برای شخص من نقش دانشگاه دومو داشت. متاسفانه این جمع و نشست ها از هم پاشید. علت این از هم پاشیدگیرم شاید در پرانتز سوم بشه جستجو کرد. بیش از قبل از اینکه در مورد علل فروپاشی جلسات ادبی پاریس بگم، البته گمان زنی بکنم، به یک نکته کلیدی دیگه که اثر روانی مهمی در جامعه فرانسه داشت اشاره باید بکنم و اون سینما ایرانه. در دهه 90 یک اتفاق خیلی مهم افتاد که به گمان من در سرنوشت ادبیات فارسی در فرانسه خیلی اهمیت داشت، چون ذهنیت فرانسوی ها رو نسبت به ما ایرانی ها به نسبت به هنرمندای ایرانی تغییر داد و اون موج نوع سینما ایران بود، سینمای بعد از انقلاب. این بار اولی بود که یک نگاه تازه به ایران امروز، یا بهتر بگیم ایران آن روز، انداخته می شد. روایتی امروزی با تصویرهای هنرمندانه از واقعیت پیچیده ما. این فیلم ها ناگهان انگار در کوه یخ بیتفاوتی فرانسوی ها نسبت به ما ترک ایجاد کرد. پس ایران فقط شعر کلاسیک نبود، فقط جام باده و زلف یار و گل و بلبل نبود. نوع نگاه، نوع روایت این سینما تازگی داشت. تصویرها با تصویرهای صفحه تلویزیون و رپورتاژها تفاوت داشت. سینمایی که انسان رو زیر ذره بین میذاشت. این یک کشش فوق‌العاده ایجاد کرد. امکان باعث شد که سینمای ایران جدی گرفته بشه، یعنی نه به عنوان یک سینمای اگزوتیک و دوردست، بلکه سینمای مدرن که حرفی نو برای گفتن داره. و این تازگی هم در فرم هم در محتوا خودش رو نشون میده. روایت تصویری سینمای ایران رفته رفته راه و برای روایات نوشتاری ما باز کرد. نشانش هم این که هرچه پیش از اون من و امثال من به انتشاراتی های معتبر سر میزدیم، پیشنهاد میدادیم که بابا ادبیات فارسی رو معرفی کنیم، نویسندگان بسیاری هستن، از همون دم در دست به سرمون میکردن. چند سالی که گذشت، به خصوص پس از نخل طلای کیارستمی در کم، یک بار برخوردها محترمانه شد. دیگه چایی هم برامون می آوردن، با دقت به حرفامون گوش می دادن و می گفتن بله ما فلان فیلمم دیدیم، خیلی پسندیدیم. اما یعنی اعتمادشون انگار به توانایی‌های هنری ما جلب شده بود. اما هنوز باز هم این میل از قوه به فعل در نمی اومد. یکی از علل از همپاشیدگی اون جلسات همین بود. پیدایش افق نش به نظر من. تغییر نگاه به توانایی‌های هنری باعث شد که کم کم امکاناتی برای عرضه ادبیات فارسی مهیا بشه. نویسنده‌ها متوجه شدن که وقتش رسیده که به فکر انتشار کاراشون باشن. پی مترجم بگردن و غیره. چقدر میشد زیر سایه هدایت باقی موند. در این راستا یکی دو نفر موفق بودن. یکی دو نفر مترجمای قابلی پیدا کردن و این موفقیت‌های فردی به غرور و اگوی دیگران سنگین اومد.
به هر حال دیگه زمان وارستگی و رفاقت به سر رسیده بود، هر کی باید گلیم خودش از آب بیرون میکشید. بعد رفته رفته جلسه ها از رونق افتاد و نویسنده دیگه رغبتی به دیدار هم دیگه نداشتن، اما خب هنوز رابطه ها کاملا گسسته نشده بود تا سال 2000. این دهه رو میشه دهه بیگ بنگ ادبیات فارسی در فرانسه دونست. بهار ادبیات ایران در پاییز فرانسه. پاییز سال 2000 شهر پاریس شاهد دو رویداد مهم بود. رویداد اول دو همایش ادبیات ایران به طور همزمان برگزار شد، یکی در مرکز کتاب فرانسه و یکی در تئاتر اودئون که مهمترین تئاتر شهر پاریس. هر دو این همایش‌ها توسط دو نفر پای ثابت اون جلسات دهه گذشته انجام شد، برنامه ریزی شد. همایش مرکز کتاب با کمک بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران و با شرکت چند نویسنده و شاعر که به جز یکی یدالله رویایی همگی از ایران دعوت شده بودند. همایش دیگه به دعوت من در تئاتر اودون با شرکت نویسندگانی هم از ایران و هم از تبریز، که این همایش دوم تاکیدش فقط بر نثر بود، نثر مدرن. برای همراهی این همایش مجموعه ایم با عنوان باغ‌های تنهایی، لژاردن دو سولیتود، یا هفت داستان از هفت نویسنده‌ای که در این همایش شرکت داشتند عرضه شد. ویژگی این داستان‌ها که به انتخاب و زیر نظر من به ترجمه و نشر سپرده شد این بود که همه اونا پس از انقلاب نوشته شدن. نویسندگانشون هم با وجودی که در ایران نویسندگان شناخته شده‌ای بودن همون زمان، اما تا اون لحظه هیچ کار منتشر شده ای به هیچ زبان دیگه ای جز فارسی نداشت. این مجموعه داستان کوتاه با استقبال بی‌نظیری روبرو شد و خیلی فروش رفت و برای ما تجربه مهمی بود در نشر. اولین برگزیده نثر معاصر فارسی که 50 سال پس از بوفکور به بازار می اومد. داستانای از گلی ترقی، نسیم خاکسار، رضا دانشور، شهریار مندنی‌پور، اسقر عبداللهی، اکبر سردوزامی و محمود مسعودی. این دو همایش هر دو به زبان فرانسه، چه در مرکز کتاب چه در تئاتر اودون برگزار شد و به جرئت میشه گفت که نتیجه 10 سال جلسات کافه‌ای و پارکینگی پاریس بود. رویداد مهم دیگه‌ای که همون پاییز تقریباً همزمان در زمینه نشر اتفاق افتاد و توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد، انتشار پرسپولیس مرجان ساتراپی بود. رمان تصویری که با استقبال چشمگیری روبرو شد. این اولین رمان تصویری ایرانی که انقلاب از زبان دختر بچه 5 ساله روایت می‌کرد. بلافاصله پس از پرسپولیس در سال 2001 چند رمان ایرانی پشت سر هم به فرانسه منتشر شد، همه در انتشاراتی که تا پیش از این هیچ در زمینه ایران کار نکرده بودن، به جز فبیس البته که کار قاسمی رو چاپ کرد. رمان‌های از رضا براهینی، رضا دانشور، رضا قاسمی، علی عرفان، فیروز ناجی و البته دیگران. سال 2002 اولین رمان خود منم منتشر شد در به نام گورستان شیشه‌ای که آوردم اینجا در انتشارات اکت سود، و این بهانه شد، یعنی من اینو بهانه قرار دادم تا بتونم موافقت رئیس این انتشارات خانم فرانسواز نیسن که الان شده وزیر فرهنگ امانوئل مکرون، موافقتش رو جلب کنم یک مجموعه نثر مدرن فارسی رو ارائه کنیم. مجموعه اوریزون پرسان که خودم ترجمه میکنم به فارسی به عنوان چشماندازهای زبان فارسی. اسم جمع برای اینکه هدف ما ترجمه کارهای آثار خوب زبان فارسی چه در ایران چه در افغانستان و امیدوارم احتمالاً یه روزی هم در تاجیکستان اگه دست بده. در این مجموعه امروز من 2 تا کتابم از نویسنده های افغان ترجمه کردم و کتاب سوم ترجمه نم منتشر کردم و کتاب سوم در دست انتشار. خب
سال بعد و همینطور سالهای بعد این دهه، یعنی از 2003 تا 2010، حدود 50 عنوان کتاب فارسی به فرانسه ترجمه و توسط انتشاراتی های خیلی گوناگونی منتشر میشه. خوب دیده نمیشه نه؟ دیده میشه. در این میان کارهایی از محمود دولت آبادی، رضا براهنی، گلی ترقی، مصطفی فرزانه، رضا دانشور، علی عرفان، فیروز ناجی، زویا پیرزاد، پرینوش سنیعی، نهال تجدد، شاهدخت جوان، جواد جواهری و کتاب دوم خود منم یه جایی این وسط هست. اینا لولد سکل. وقتی به این نام ها نگاه میکنیم میبینیم میشه اینا رو به دو دسته تقسیم کرد. یکی نسل قدیمی ترها که نویسندگان نامداری بودن و از پیش از انقلاب قلم میزدن، چون دولت آبادی، براهنی، ترقی و دیگران که اینجا هست. آثار اینا همه برگردان از فارسیه. دیگری نسل جوانترها که نویسندگی رو پس از انقلاب آغاز کردن، چون زویا پیرزاد و پرینوش سنیعی در ایران و هم نسلهای اونا در مهاجرت و تبعید. چون مرجان ساترابی، من مرجان رو میذارم توی همین، هرچند که بده یکم فرق میکنه، ولی مرجان ساترابی، نهال تجدد، جواد جواهری و خود من. جالب این که این چند نویسنده اخیر که نوشتن و در تبعید و مهاجرت آغاز کردن به کار جدیدی دست زدن و اون گذار به زبون فرانسه بود، یعنی همون کاری که هدایت انجام داده بود. تعدادی از اینا فرانسه رو در ایران آموخته بودن، چون مرجان ساترابی، نهال تجدد و من. تعدادی هم پس از مهاجرت به فرانسه، چون فیروز ناجی و جواد جواهری. به هر حال همگی زبون فرانسه زبون دومشون بود. این اولین باریه که در بخشی از ادبیات ما یک جایگزینی زبانی نه به صورت فردی آنگونه که هدایت انجام داد، بلکه به شکل گروهی و نسلی انجام میشه. این نکته اولی که به نظر من خیلی مهمه، گذار از فارسی به فرانسه در بخشی از نسل اول مهاجرت و تبعید که نسل اول نویسندگان فرانسوی زبان یا فرانکوفون رو میسازه. من روی نسل اول خیلی تاکید دارم. اینجا به یک نکته دیگه هم باید اشاره کنم و بگذرم، و اون این که با وجود گذار به زبان فرانسه، موضوع آثار این نویسنده ها فرقی با موضوع آثار نویسنده های فارسی نویس نداره. یعنی انقلاب و جنگ، آمد رسیدن اسلام به قدرت و غیره، اینا همونقدر در صدر موضوع های پرداخته شده توسط فارسی نویس هاست که نزد فرانکوفون ها. هنوز زبان تأثیر محسوسی در گزینش موضوع نذاشت. البته جوونه های از تم های جدید این ورمور دیده میشه، در هر دو گروه دیده میشه، مثل تم مهاجرت در همنوایی شبانه ارکستر شوپا به فارسی، یا سفر فرار و سپس مهاجرت در دره و عقاب ها سرگذشت یک فرار که رمان دوم خود منه به فرانسه. تم هایی چون مهاجرت، غربت، هویت خواهیم دید که در دهه بعد بیش از پیش خودنمایی خواهند کرد، ولی هنوز تغییر اساسی در تم‌ها دیده نمیشه. اون چه کم کم داره تغییر میکنه و این نکته دومه، ژانر یا گونه کارهای این دوره است. در اینجا نقش داستان کوتاه رفته رفته کم رنگ داره میشه، تا جایی که کم کم داستان کوتاه جای خودش رو کاملا به رمان میسپاره و رمان به عنوان ژانر اصلی جا میفته. نکته سوم، اینکه همراه با این دگرگونی زبانی و ژانری یه دگرگونی دیگه هم رخ میده که به نظر من اهمیت تاریخیش از اون دوتای دیگه کمتر نیست، و اون تغییر بافت جنسیتی نویسنده است. اگه به نام های این دهه دقیق شیم، حضور نویسندگان زن محسوسه، در حالی که در دهه های گذشته اصلا هیچ زنی جزء منتشر شده ها نبود. در دسته فارسی نویس ها گلی ترقی که خود من ناشرش بودم، زویا پیرزاد و پرینوش سنیعی که جز موفق ترین ها این دوتا و پرفروش ترین ها هستند در فرانسه. اما در میان دسته دوم که گفتیم به فرانسه می نویسن، می بینیم که به جز دو مورد همه زنن.
برخلاف دهه 90 که زنان از بازار نشر کاملا غایب بودند و جایی میان نویسندگان منتشر شده در فرانسه نداشتند، دهه 2000 با حضور پررنگ زنان دست به قلم آغاز میشه و این تعداد آرام آرام شروع به بالا رفتن میکنه و در دهه 2010 خواهیم دید که به اوج میرسه و در واقع نویسندگان زن ایرانی یا ایرانی تبار بازار نشر ادبیات ما رو در فرانسه قرق میکنه. پس دهه 2000 سرآغاز تغییرات محسوس، فصل دگرگونی های مهمه. دوره پنجم دهه 2010. شاید دوبار زدم، نه؟ فکر کنم اشتباه. دو صفحه رفت، نه؟ ببخشید. اگه تقسیم بندی دهه به دهه رو که تا اینجا دنبال کردیم ادامه بدیم، میشه گفت که در اواخر دهه 2000 اولین اثر از نسل دوم نویسندگان فرانسوی نویس به بازار اومد که اینجا باید نشونتون بدم. کیا توی آیت الله قانونی. چه کسی آیت الله قانونی رو به قتل رساند؟ این سال 2009 اولین نمونه نسل دوم نویسنده های فرانسوی نویسه که این اولین نمونه رمان پلیسی و این نویسنده نایری نهاپتیان کارشو در این راستا ادامه داده و تا الان چندین رمان پلیسی جالب نوشته. اینجا ادامه داده. بنابراین به جز نایری نهاپتیان که این کارشو در سبک رمان پلیسی ادامه میده، در مورد بقیه نویسنده های این نسل اون چی که به شکل بارز به چشم میخوره اهمیت جنبه اوتوبیوگرافیک یا سرگذشت‌گونه کاراست. اغلب این رمان ها به اول شخص نوشته شده که خب این مشخصه این سبک اوتوفیکسیون یا اوتوبیوگرافی فرانسه است. نکته مشترک دیگه این دسته رمان ها این همانی میان نویسنده، راوی و شخصیت اصلی. باز ویژگی دیگه که به خصوس در مورد رمان های با پس زمینه تاریخی اجتماعی میشه بررسی کرد، زبان معیار در توصیفات و دیالوگ هاست. زبان معیار فرانسوی. به نظر میرسه که موضوع این نوع رمان نیازی در نویسنده برای جستجو و کنکاش زبانی ایجاد نمیکنه. زبان روایت زبانی خونساست. شخصیت ها مثل هم، مثل راوی و مثل خود نویسنده صحبت میکنن. در این رمان ها که باید در جرگه ادبیات واقع‌گرا چیدشون، سهم کمی به تخیل راوی داده میشه. بنابراین زبان هم بسیار زمینی و واقع‌گرا و به ندرت شاعران است. اصولا ویژگی خاص زبانی نمیبینیم جز یکی. گهگاه واژه فارسی از میون متن سر در میاره، به همون شکل در متن فرانسه آورده میشه و البته مفصلا در خود متن یا در زیرنویس توضیح داده میشه. کلماتی چون مادر، پدر، نوروز، چهارشنبه سوری، شاه، امام، تعارف، بسیجی، پاسدار و البته نام خوراکی های ایرانی به ویژه تدیک در همه این رمان ها به کار میره. این گونه واژه‌ها یا بیانگر دلتنگی این نویسندگان نسبت به زبون، نوستالژی نسبت به زبون مادری، یا اون بخشی از زبون مادری که اینا از آن خود کردن. به طور خلاصه میشه گفت که وجه مشترک اکثر این رمان‌ها کندوکاو در تاریخ خانوادگی همراه با تشریح پس زمینه‌های اجتماعی سیاسی انقلاب و مهاجرت. شاید به این خاطر که این نویسنده ها همگی در پی ریشه یابی و درک روند شکست ها و دگرگونی های اجتماعی هستن که منجر به مهاجرت خودشون شده. از همین رو گاه این حس به خواننده دست میده که این نوع رمان ها یه نوع رمان رواندرمانی یا تراپی خود نویسنده است. بر من البته مسئولیت داره گفتنی. مزامین مشترک این رمان ها رو میشه به طور خیلی خلاصه سرگذشت پدر و مادر و البته در مواردی عمو، خاله و خویشاوندان، شرح شرکت این خویشاوندان یا پدر و مادر در مقاطعی از انقلاب
باورهای سیاسیشون که اکثریت قریب به اتفاق متعلق به سازمانهای چپ هستن، در یک مورد در این رمان‌ها نهضت آزادیه، نگار جوادی که دختر حادثه جوادیه و تاریخ خانوادگیشو توضیح میده. شرح ورود به فرانسه در کودکی و رویارویی با فرهنگ و زبان جدید و مهمتر از همه معضل هویت، بازگشت به ایران، وقایع سال 88 و غیره، اینا همه میاد در همین رمان. حالا ساختار روایت در بخش مهمی از این رمان‌ها رو من به طور خیلی خلاصه درآوردم به این شکل: چگونگی تولد راوی، اینو در همه این رمان ها میبینید، یعنی راوی در شکم مادر، دوران کودکی، دستگیری، زندان، مخفی شدن پدر، خروج از ایران همراه با مادر به شکل فرار یا عادی، گرد آمدن خانواده پس از جدایی، رویارویی با شرایط سخت زندگی در مهاجرت، ورود به مدرسه، حس غربت در میان کودکان همسن و سال، مسئله یادگیری زبان کشور میزبان و مشکل هویت، نام ایرانی، لهجه فارسی و غذاهای ایرانی، عادتهای غذایی، میل و آرزوی بازگشت به ایران، مهاجرت یا مرگ نمادین. در تمام این کارها مهاجرت نمادی است از مرگ. دلتنگی برای مادر بزرگی که در ایران مونده چون نماد خاک و بومی دوردست، نامه‌نگاری با خانواده در ایران، ناگفته‌ها و اسرار خانوادگی. در بیشتر این رمان‌ها مواجهیم با این موضوع. بعد یه مرحله هست اسیان و ترک خانواده از جانب راوی، سرباز زدن از زبان فارسی، تغییر نام، اقامت راوی بزرگسال در شهرهای مختلف جهان، روی آوردن به روانکاو. اینم یه تم مشترکه در خیلی از بعد مرگ پدر، فراموشی و آلزایمر مادر، بازسازی هویت جدید چون هویتی مرکب، و در آخر تولد دوباره. بسیاری از این رمان ها با تولد دوباره پایان میگیرن. نکته مشترک دیگه که در اغلب رمان ها این دسته میشه برجسته کرد، مسئله مخاطب. این رمان ها اغلب برای مخاطب فرانسوی یا اروپایی نوشته شده. این نکته به نظر من هم راز موفقیت و هم نقطه ضعف این رمان است. رمانی که برای مخاطب فرانسوی نوشته میشه و به دنبال توضیح هر آنچه که این فرانسوی نمیدونه راجع به ایران برمیاد، خب از لحاظ ادبی دچار دردسر میشه، از لحاظ ارزش ادبی، چون خودشو محدود میکنه به یک گروه مشخص مخاطب. البته در کوتاه مدت این رویکرد میتونه موفق باشه چنان که هست، اما به گمان من در دراز مدت اثر آسیب پذیر خواهد کرد. حالا اگه بخوایم باز کلیگویی کنیم و برخوردی شماتیک داشته باشیم، میشه گفت که میون این رمان ها و رمان سحر دلیجانی، بچه های درخت جاکاراندا، نوعی خیشاوندی هست این نسل جدید ما. البته سحر دلیجانی در آمریکا زندگی کرده و کتابش رو به انگلیسی نوشته، اما از لحاظ سن و سال و سرگذشت با نسل دومی های فرانسه نزدیکه، میشه مقایسش کرد. این مثال رو به این خاطر آوردم که رمان سحر دلیجانی امروز پرتیراژ ترین رمان نسل دوم آنگلوفون بوده و به 30 زبان و در 75 کشور طبق آماری که من در فرانسه دارم منتشر شده. بنابراین از لحاظ موضوعی میشه به عنوان رمان معیار ازش یاد کرد. البته اگه وقت میداشتیم من به دو تا از موفق ترین این رمان ها در فرانسه که جوایز بسیاری رو به خودشون اختصاص دادن، از جمله جایزه گنکور رمان اول، من اینجا پرداختم، اما چون وقت کمه از خیرش میگذرم و به سخن آخر میپردازم. البته نمیدونم که هنوز برای شما باید سخن آخر این که امروز که سال 18 بعد از اون بیگ بنگ سال 2018 هستیم، وقتی بر میگردیم و به راه، ببخشید من فکر کنم یکی رو براتون جا انداختم، بله اینه، وقتی بر میگردیم به راه طی شده نگاه میکنیم، چه میتونیم بگیم، چه نتیجه گیری میتونیم بکنیم؟ اولین چیزی که من هر بار که به این سالهایی که گذشته در این 30 سال اخیر فکر میکنم، هر وقت به این 30 سال فکر میکنم، یاد یه شعر
شکیبی اصفهانی میافتم که همیشه پدرم میخوند میگفت شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. وقتی به این نمودار دقیق میشیم، البته این نمودار کاریه که من خصوصی به شما نشون میدم، هنوز هنوز کامل کامل نشده، ولی وقتی به این نگاه میکنیم میبینیم که این یه نوع شجره نامه است که من درآوردم برای این، هنوز یه نوع درخت عقب ژنئالوژیک خودمون. میبینیم که بوفکور همچنان ایستادگی داره و به حضورش در کتاب فروشی ها ادامه میده، هرچند که دیگه ویترین نیست، تنها ویترین نیست. نویسنده های مهمی چون گلشیری که در ابتدا یکی دو کارشون منتشر شد در ادامه متوقف شدن، کار دیگه ازشون منتشر نشد. براهنی و دولت آبادی، براهنی 4 رمان ازش منتشر شد، دولت آبادی 2 رمان و یک مجموعه داستان، اینا شناخته نشدن و جای خودشونو باز نکردن در میون خواننده های فرانسوی. رمان زوال کلونل از لحاظ رقم فروش متاسفانه بسیار نازل بود، جای خالی سلوچ هم همینطور. البته فکر میکنم ناشرش خیلی کار نکرد، ولی بازم به هر حال این یه فاکته. اینها نامهای آشنایی نشدن. پرفروش در این کارها متعلق به زویا پیرزاد و پرینوش سنیه، یعنی سبک واقع‌گرا در سنت رمان کلاسیک به نظر من. اینو تو پرانتز میگم، جریان سیال زن در فرانسه با مقاومت ناشرها و خوانندگان روبرو میشه، یعنی یه چیزیه که. سومین نکته، جای بسیاری از نویسندگان نام‌آوری که گفتیم در دهه 80 میلادی به فرانسه اومدن میبینیم که تو این نمودار خالیه. مثلا سایدی، اینا هیچگاه به بازار نشر راه پیدا نکردن. البته سایدی فرانسه نمیدونست و نمیخواستم بدونه، ولی ما نویسنده‌ای داشتیم چون مهشید امیرشاهی که فرانسه دونه، هیچ وقت به فرانسه قلم نزد، کاری هم من پیدا نکردم ازش که به فرانسه ترجمه شده باشه. یا ایرج پزشکزاد که فرانسه دونه و چندین دهه در فرانسه اقامت داره، هیچ کاری ازش منتشر نشده بود تا سال 2011 که ما در اکتوسیو در همین مجموعه اوریزون پرسان موفق شدیم دایجان ناپلون رو به ترجمه خود من منتشر کنیم که خوشبختانه با استقبال زیادی روبرو شد و الانم ماه سپتامبر به قطع جیبی منتشر میکنیم، یعنی زبون فرانسه تنها زبونیه که دایجان ناپلون به قطع جیبی منتشر میشه داشت. بله، موزل ترجمه که گفتیم هنوزم بزرگترین مشکل ماست، یعنی بعد از حالا دیگه میشه گفت 60 سال هنوز مشکل ماست. تعداد مترجمای برجسته از فارسی به فرانسه به تعداد انگشتای یک دستم نمیرسه. نبود مکتب ترجمه، نبود سنت واسطه یا معرف یا همون ایجنت، نبود سیاست فرهنگی و ادبی و حمایت دولتی و به جاش البته وجود سانسور و مجوز نشر، عدم تمکین دولت به قانون کپی رایت، اینا هم همه مزید بر علته. در فرانسه مثلا ما نهادهای رسمی داریم که به مترجم‌ها بورس میدن برای ترجمه ادبیات فرانسه به زبان‌های دیگه، امکانات در اختیارشون میذارن تا اینا تشویق بشن به ادبیات فرانسه رو به زبان‌های خارجی برگردونن. یا مرکز ملی کتاب فرانسه به نویسنده و مترجم و ناشر ادبیات خارجی در فرانسه مثل ما کمک مالی میکنه، اما در ایران ادبیات ما از این کمک ها بهره نمیبره که هیچ، بلکه باید از هفخان رستم هم بگذره تا منتشر بشه. نتیجه این که در سالهای اخیر متاسفانه ما دوباره شاهد نوعی فروکش در ترجمه و نشر آثار از فارسی به فرانسه است. نکته چهارم، فکر میکنم به خاطر همه مجموع این عوامله که میشه گفت در بازار نشر فرانسه کسانی گلیمشون رو تونستن کم و بیش از آب بیرون بکشن که گذار کردن به زبان فرانسه. نسل اول فرانسوی زبان، یعنی گروه من، گروه سنی من که با جان سختی به حضور و انتشار آثارشون ادامه میدن،
هر کدوم از این نویسنده ها تا به حال 2 تا 5 رمان منتشر کردن. انگار یه نوع قانون انتخاب طبیعی وجود داشته، اونایی که تونستن خودشونو با محیط و شرایط جدید وفق بدن موندن، تونستن زبون عوض کنن، از داستان کوتاه فاصله بگیرن به طرف رمان برن، موندن. این جریان نزد نویسندگان زن چشمگیرتره البته. و در آخر نسل دوم فرانسوی زبان که گفتیم خیلی بسیار موفقن، اما فعلا هر کدوم 1 رمان بیشتر ننوشتن، هر کدوم از این نویسنده باید منتظر موند و دید اینا چه خواهند کرد. به گمان من نماد زایش یا تولد دوباره که در این آثار به طور شاخص دیده میشه، تصویر خود همین نسله که داره در مهاجرت زاده میشه. وقتی زاده شد، وقتی که در گذشته خودش کند و کاف کرد چنان که داره در این رمان ها میکنه، وقتی به خودش و دنیا ثابت کرد که کیست و از کجا اومده، وقتی هویت دوگانه و مرکب خودش رو پذیرفت، اون زمان دیگه به نظر من دغدغه مخاطب نخواهد داشت و در پی توضیح فرهنگ و تاریخ ایران بر نخواهد اومد. تا الان خیلی همه چی توضیح داره داده میشه. اون زمان امید من اینه که این نسل با اعتماد به نسل به عرصه تخیل قدم بذاره و به خلق رمان‌های برجسته بپردازه. در این صورت شاید اون هپی اندی که در ابتدا اشاره کردم و سینمای ایران بهش رسیده، تا جایی که امروز حرف خودشو داره میزنه در دنیا، یعنی روند پویایی که خب ادبیات ما هم بتونه حضور داشته باشه و حرف خودشو بزنه. این بود داستان ادبیات فرانسه به گمان ادبیات فارسی در فرانسه به گمان من. حالا اگر سوالی بود در مورد خود من که نوشتن 2 زبانه ادامه میدم، یعنی هم به فارسی هم به فرانسه همزبان مینویسم، اگه فرصتی بود توضیح میدم، اگرم که نشد قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. مرسی.